بسم الله الرحمن الرحیم. در درس های قبلی ما شما بالای محصولات خاصی که از امینو اسیدها به دست میاد بحث شروع کرده بودیم. ما شما بالای مرکبات پورفایرین بحث کردیم، گفتیم مرکبات پورفایرین مرکبات حلقوی میباشد که از امینو اسیدها در داخل وجود در مراحل مختلف سنتز میگردد. بعدا ما شما بالای مشتقات عمده پورفایرین بحث کردیم که از آن جمله بالای مولکول هم بحث کردیم. بالای سنتز مولکول هم بحث کردیم که چه قسم در داخل وجود سنتز میگردد. همچنان در ویدیوی آخری ما شما بالای تجزیه مولکول هم بحث کردیم، گفتیم مولکول هم در مراحل مختلف به تجزیه میرسد. در قدم اول مولکول هم به بیلروبین تجزیه می شود و بالاخره این بیلروبین به جیگر انتقال می شود و بالاخره در جیگر کانجوگیشن بیلروبین صورت می گیرد، با گلوکورونیک اسید یکجا می شود و بعدا به کیسه صفرا انتقال می شود و بعدا به امعا اطراح می گردد و بالاخره در امعا به یورو بایلونجین تبدیل می شود. یورو یک مقدار یورو بایلونجین به یورو بایلین تبدیل می شود و در مواد غایته از غذیت اطراح می گردد و یک مقدار یورو بایلونجین به پورتلوین جذب می شود و بالاخره به کبد انتقال می شود و پس از کبد به امعا میاد که این سایکل را که طی می کند به نام انترو هپاتیک سایکل است. و یک مقدار یورو بایلونجین در ادرار اطراح می شود که در قدم اول به خون و بالاخره از خون به کلیه ها و در کلیه ها فیلتریشن یورو بایلونجین صورت می گیرد و در ادرار اطراح می گردد. در درس امروز ما و شما بالای امراضی که در تجزیه مولکول هم صورت میگیرد دیده میشود بحث میکنیم. این امراض به نام امراض جاندیس یا هم به نام امراض زردی یاد میشود. مرضی است که ما و شما در جامعه خود این مریضان را زیاد میبینیم. اگر ما و شما فیزیولوژی نرمال را در نظر بگیریم، گفتیم وقتی هموگلوبین تجزیه می شود قسمت هموگلوبین آن جدا می شود و بالاخره هم می ماند و هم آهن هم جدا می شود و بالاخره حلقه پورفایرین می ماند و بالاخره پورفایرین به بیلروبین تجزیه می شود. در افراد نرمال یک مقدار مولکول بیلروبین در عضویت این افراد دیده می شود، در خون یا در داخل عضویت. این مقدار یک میلی گرم فی دیسی لیتر است، یعنی در 100 میلی لیتر 1 میلی گرم بیلروبین دیده می شود. این که بیلروبین کانجوگیت است و یا هم ان کانجوگیت مهم نیست، فقط هدفی است که در داخل عضویت ما شما به شکل نرمال یک مقدار بیلروبین دیده می شود که این مقدار 1 میلی گرم فی دیسی لیتر است. اگر این مقدار بیلروبین از سویه نرمال که 1 میلی گرم فی دیسی لیتر است زیاد می شود، این حالت را به نام جاندیس یا هم زردی یاد می نماید. اگر مقدار بیلروبین به 2 میلی گرم فی دیسی لیتر در خون میرسد و یا هم 2.5 میلی گرم و یا حتی تا 3 میلی گرم فی دیسی لیتر هم، حالتی است که سویه بیلروبین از حالت نرمال زیاد می باشد، این حالت را به نام جاندیس یا هم به نام زردی یاد می نماید. ما شما گفتیم در حالت نرمال یک مقدار بیلروبین است، این که کانجوگیت است آن کانجوگیت مهم نیست، ولی بیلروبین در داخل خون انسان ها موجود است. اگر مقدار بیلروبین در داخل خون یا در داخل عضویت زیاد می گردد، اینمی حالت را به نام هایپر بیلروبینیمیا یا هم جاندیس یا زردی یاد می نماید. علت این زیاد شدن معلوم است، علت های مختلفی دارد. فقط در اینجا ما شما بالای عمومیاتش بحث می کنیم، این که در کدام حالت چه قسم بیلروبین زیاد می شود، علتش چی است، چه قسم ما شما میتونیم این را تشخیص کنیم و دیگر چیزها بالای آنها در درس‌های بعدی ان شاء الله بحث میکنیم. ولی در این ویدیو ما شما فقط بالای عمومیات جاندیس یا بالای عمومیات زردی بحث میکنیم. در بعضی از حالات تولید مولکول بیلروبین یا سنتز مولکول بیلروبین که از هم سنتز میگردد از حالت نرمال زیاد تولید میشود. مثلا اگر این تصویر را ما شما در نظر بگیریم، در قدم اول بیلروبین سنتز می شود از مولکول هم، بعدا به کبد انتقال می شود،
در رکبت کانجوگیشن صورت میگیرد و بالاخره توسط سیستم های اطراحی به کسی صفرا و به اما میرزد که این مراحل را ما شما در ویدیوی قبلی سرش بحث کردیم. در بعضی از حالات یا در بعضی از مریضان مالیکولهم از حالت نرمال از مقدار نرمال زیاد تجزیه می شود، یعنی مالیکول بیلروبین از حالت نرمال از مقدار نرمال زیاد سنتز می گردد و کبد نمی تواند که این مقدار تولید شده زیاد بیلروبین را کانجوگیت نماید و یا هم آنها را اطراح نماید. در این حالت سویه یا مقدار بیلروبین در داخل وزیت زیاد می شود و بالاخره به جاندیس یا به زردی می انجامد. و در بعضی از حالات در کبد مشکل پیدا می شود، مثلا در سیروز کبدی یا هم در هپاتایتیس. در این حالات مالیکول هم به مقدار نرمال تجزیه می شود و مقدار نرمال بیلروبین سنتیز می گردد. سیستم اطراحی هم به شکل نرمال فعالیت خود را انجام می دهند، ولی مشکل در کبد پیدا می شود و به کبد نمی تواند که بیلروبین را کانجوگیت نماید و آنها را اطراح نماید. در این حالت هم سبب عظیم می شود که سویه بیلروبین در داخل وزیت از حالت نرمال یا از مقدار نرمال زیاد شود و بالاخره این حالت را هم به نام جاندیس یا هم زردی یاد می نماید. و در بعضی از حالات سیستم اطراحی بیلروبین، مثلا دکت هایی که بیلروبین را جمع آوری می کنند از کبد کنولیکیولی بالاخره به دکت می آید و از دکت به کسی صفرا و از کسی صفرا پس به اما می رزد. این سیستم اطراحی، این پایپ هایی که بیلروبین را اطراح می نماید، این دکت هایی که بیلروبین را اطراح می نماید، در این دکت ها بندش به پیش می آید و این سبب عظیمی شود که اطراح بیلروبین صورت نگیرد و یا هم اطراحش کم شود. بالاخره این حالت هم سبب عظیمی شود که سویه بیلروبین در داخل وزیت این مریضان از مقدار نرمال زیاد شود و این حالت را هم به نام هایپر بیلروبینمی یا هم جاندیس یاد می نماید. در این مریضان هم کبد کدام مشکل نمی داشته باشد، بس شکل نرمال وظیفه خود را پیش می برد و همچنان مقدار بیلروبین هم به شکل نرمال و مقدار نرمال سنتیز می گردد. فقط مشکل در سیستم اطراحی است که بندش دیده می شود، مثلا در بعضی از حالات سرطان ها و در بعضی از حالات سنگ های صفراوی سبب عظیم می شود تا این سیستم اطراحی بند گردد و بالاخره اطراحی بیلروبین یا کم شود و هیچ صورت نگیرد. بالاخره سویه بیلروبین در داخل وزیت زیاد می شود. این حالت را هم به نام جاندیس یا هم زردی یاد می نماید. در مریضانی که جاندیس دیده می شود یک چند نشانی هایی هستند که ما شما ظاهرا هم آنها را دیده می تونیم. این که چه قسم ایره ما شما اندازه کنیم که بیلروبین چقدر است، کدام بیلروبین است، آیا کانجوگیتد بیلروبین است، آیا ان کانجوگیتد بیلروبین است، پست هپاتیک است، هپاتیک است یا پری هپاتیک، این راه را ما شما با پسند بحث می کنیم. ولی عموما در مریضانی که جاندیس دیده می شود، زردی دیده می شود، نشانی های مختلف ما شما می توانیم ببینیم. مثلا جلد اینها از حالت نرمال به رنگ زردتر تبدیل می شود. مثلا اگر این تصویر را ما شما در نظر بگیریم، این حالت نرمال است که فرد به شکل نرمال است، ولی اگر در این فرد جاندیس یا هم زردی دیده می شود، بالاخره جلد اینها نسبتا از حالت نرمال رنگش به زرد تبدیل می شود. و همچنان در سفیدی چشم مریضان زردی دیده می شود، مثلا اینمی ها از جایهایی که باید سفید می بود اینها هم به رنگ زرد دیده می شود و یا هم زیر ناخن های این مریضان هم در آن قسمت ها هم زردی دیده می شود و عموما جلد اینها هم به شکل زرد رنگ دیده می شود. در مریضان جاندیس یا در مریضان زردی ما شما گفتیم که عوامل مختلف سبب عظیم می شود بالاخره جاندیس یا هایپر بیلروبینمیا بیاید. جاندیس را در تیوری در کتاب ها به چند قسم، ولی اگر بحث کلینیکی باشد در کلینیک باز این چیزی که ما شما در تیوری می خوانیم این هم است، ولی نسبت به از بحث های کلینیکی نسبتا مغلق تر می شود که در آنها عوامل مختلف نشانی های مختلف در مریضان دیده می شود. یک حالتی است که در مریضان مالیکول هموگلوبین از مقدار نرمال زیاد تجزیه می شود، یعنی بیلروبین از حالت نرمال از مقدار نرمال زیاد سنتز می گردد، یعنی اوور پروداکشن بیلروبین صورت می گیرد. اینمی حالتی
هایپر بیلروبینمیا را به نام ریتنشن هایپر بیلروبینمیا یاد می نماید. و یک حالتی است که بیلروبین اطراح نمی گردد، بندش در سیستم اطراحی موجود است و سبب ازی می شود که هایپر بیلروبینمیا را به وجود بیارد. این حالت را به نام ریگورجیتیشن هایپر بیلروبینمیا یاد می نماید. عموما جاندیس یا هم زردی را بسی قسم تمیم. یک حالت جاندیس را به نام پری هپاتیک جاندیس یاد می نماید. یک حالت جاندیس یا زردی را به نام هپاتیک و یک حالت جاندیس یا زردی را به نام پست هپاتیک جاندیس یاد می نماید. گفتیم این تقسیم بندی است که ما شما از تیوری می خوانیم، ولی در بحث های کلینیکی باز نسبت بر این سی قسم جاندیس یا زردی مغلق تر می باشد که در آنجا باز عوامل مختلف سبب ازی می شوند. حالت پری هپاتیک جاندیس حالتی است که کبد کدام مشکل نمی داشته باشد، به شکل نرمال وظیفه خود را که کانجوگیشن بیلروبین است و اطراح بیلروبین است به شکل نرمال صورت می گیرد و همچنان سیستم اطراحی که بیلروبین را می گیرد از کبد جمع‌آوری می کند، بالاخره به کسی صفرا و از کسی صفرا بالاخره به اما، این سیستم اطراحی هم کدام مشکل نمی داشته باشد. در جاندیس پری هپاتیک مشکل پیش از کبد دیده می شود، یعنی تجزیه مولکول هیم از حالت نرمال زیاد است، از مقدار نرمال زیاد است، بیلروبین از مقدار نرمال زیاد سنتیز می گردد به دست می آید و بالاخره این سنتیز زیاد بیلروبین سبب ازی می شود که در مریض جاندیس یا هم زردی به وجود بیاید. این حالت را به نام پری هپاتیک جاندیس یاد می نماید. قسم دوم هپاتیک جاندیس است، حالتی است که در تجزیه مولکول هیم کدام مشکل دیده نمی شود، در سیستم اطراحی مولکول بیلروبین کدام مشکل دیده نمی شود، مشکل در خود کبد است. حجرات کبد نمی تواند که کانجوگیشن بیلروبین را و یا هم اطراح بیلروبین را به شکل نرمال به پیش ببرند. مثلا در سیروز کبدی، در هپاتایتیس دیده می شود این حالات، و این هم سبب عظیم می شود که بالاخره بیلروبین در داخل حجرت تجمع پیدا کند و با جاندیس یا هم بزردی می انجامند. این نوع جاندیس را به نام هپاتیک جاندیس یاد می نماید. این که کدام نشانی ها در این مریضان دیده می شود، علتش چی است، در درس های بعدی ان شاء الله سرش بحث می کنیم. و حالت پست هپاتیک جاندیس حالتی است که حجرات کبد به شکل درست وظیفه خود را پیش می برند، تجزیه مولکول هم به مقدار نرمال صورت می گیرد، مشکل در سیستم اطراحی می باشد، مثلا در سرطان های مختلف، مثلا در سنگ های صفراوی، بالاخره سبب ازی می شود که اطراح بیلروبین به شکل نرمال صورت نگیرد و بالاخره بیلروبین در داخل عضویت این مریضان تجمع پیدا می کند و سبب ازی می شود که هایپر بیلروبین میاد در این مریضان دیده شود و با جاندیس می انجامد. برای یک چیز که در این مریضان باید ما شما متوجه باشیم که مریضانی که اگر پست هپاتیک جاندیس دارد، اگر هپاتیک است، اگر پری هپاتیک است، در ادرار این مریضان کانجوگیتد بیلروبین دیده می شود، ان کانجوگیتد بیلروبین در این مریضان دیده نمی شود. علتش این است ای ما شما در ویدیو قبلی گفته بودیم که خود مولکول بیلروبین، خود مولکول، فقط این مولکول بیلروبین که از حلقه پروفایرین به دست میاد از مولکول هم، بسیار کم در محیط آبی منحل است و ما شما گفتیم که سیستم های داخلی ما شما مثلا خون یا که ادرار، اینها تمامش محیط آبی دارد، ولی بیلروبین در این محیط بسیار کم منحل است و وقتی بیلروبین کانجوگیت می شود به دو مولکول گلوکورنیک اسید یکجا می شود، یعنی کانجوگیتد بیلروبین ازش وجود میاد، این کانجوگیتد بیلروبین در آب یا در محیط آبی منحل می باشد و همین علت است که در ادرار این مریضان چون در خون منحل می باشد کانجوگیتد بیلروبین، بالاخره با کلیه ها می رود و کلیه ها فیلتریشن صورت می گیرد و بالاخره در ادرار اطراح می گردد. همین علت است که در مریضان جاندیس ما شما آن کانجوگیتد بیلروبین را دیده نمی تانیم، فقط در ادرار این مریضان کانجوگیتد بیلروبین دیده می شود. آن کانجوگیتد بیلروبین چون در شهم زیاد منحل است، آنها می تواند که از بلد برین بریر، پرده ای که سیستم دماغی یا سیستم عصبی مرکزی دماغ را حفاظت می کند، می تواند از این پرده نفوذ کند، از این پرده تیر شود و بالاخره خود ان کانجوگیتد بیلروبین یا مولکول بیلروبین
زهری می باشد، نیورون ها را تخریب می نماید و می تواند که سبب انسفالوپاتی در این مریضات شود. یعنی انسفالوپاتی همان حالتی است که نیورون ها تخریب گردیده، وظیفه سیستم عصبی مرکزی به شکل درست صورت نمی گیرد، مجموعه از امراض با وجود می آید که این انسفالوپاتی از سبب تجمع ان کانجوگیتد بیلروبین در این مریضان می باشند. درس های بعدی، در ویدیوهای بعدی که مربوط به همین موضوع می باشند، ما شما بالای امراض مختلف، عوامل مختلف و همچنان قسم های مختلف، نشانی های مختلف که در این مریضان دیده می شود بحث می کنیم. تشکر از توجهتون.